همطور که دیدین امروز قراره که با ماهی یه غذای فوق‌العاده به شما آموزش داده بشه با هنر آقای نصیری. سریع بریم آشپزخونه ببینیم چه خبره، همراه من باشید. درود بر آقای نصیری، متشکرم از حضورتون، ممنونم که یه غذای عالی و بی‌نظیری انتخاب کردن که به ما گفتن 1000 سال خدمت داره. درود بر شما. یه سلام علیکی داشته باشین و شروع کنم. درود عرض میکنم و صبح خیر خدمت کیشفندان عزیز و ملت ایران که امروز تماشاگر ما هستن. خیلی خوشحالیم که در خدمت همه مردم ایران هستیم و باعث افتخارمون هستش. امروز در خدمتون هستم با یه غذای 1000 ساله به نام لنجو از سیستان و بلوچستان، آبگوشت ماهی، یک دیزی ماهی که یک غذای خیلی متفاوتی هستش و یک غذای ارگانیک و فوق‌العاده. خیلی عمالی. موادی که مصرف میکنیم در این غذا دوغ هستش، پیازداغ و سیرداغ هستش و در آخر فلفل و گوجه. از ماهی استفاده میکنیم، فیله میکنیم ماهی رو. معمولا از ماهی های چرب استفاده میکنم. میدونید در سیستان و بلوچستان دریچه هامور هستش و ماهی کپور خیلی معروفی داره، از قدیم بوده و با این ماهی غذاهای مختلفی درست میکنن که معروف ترینشون لنجو بوده که آبگوشت ماهی هستش. من چون اینجا دسترسی به کپور ندارم، از ماهی جاش طلایی استفاده کردم. میشه جایگزین شدید؟ بله، فیله ماهی باشه، حتی باید ماهی باشه که خورد نشه، له نشه. و یه نکته خیلی مهمی که این قضیه داره، ادویه‌ای هست به نام آچار. این ادویه آچار که اسمش آچاره جالبم هستش. این ادویه رو دیشب خودم درستش کردم. این با آرد درست میشه، البته خودشون گندم رو میپزن، بعد خشکش میکنن، بعد آردش میکنن. من دیگه این کار نکردم، من یه ذره هنر آشپزی توش به کار بردم، برداشتم آرد و تف دادم، بوی خامیش گرفتم، تخم گشنیز و تخم شوت، ارزم به حضورتون زنجبیل و پودر سیر و نمک و فلفل قرمز رو استفاده کردیم. بعد اصل اون مایه‌ای که اینو خمیر میکنه پیاز هستش. 3 تا پیازم رنده ریز کردم، مخلوط کردم، خمیرش کردم، به شکل قرص درآوردمش که برای یه دونه چند تا استفاده میشه؟ یه دونش کافیه. شاید الان خیلی سوال کنن چرا ماهی با دوغ؟ حالا باید با کارش از تغذیه همونم. آره، ماهی با دوغ چون هر دوش سرده، ولی این چیزای گرمی که توش داره، حتی زیره هم خیلی کم هم زیره داره توش، به خاطر همین این خونسا میکنه و فوق العاده خوشمزه. ما کارمون رو شروع میکنیم با پیازمون. بله، بیننده های محترم اگر پرسشی دارین از آقای نصیری در مورد غذای امروز بفرستین به 30764. نظرهاتون رو در مورد حالا همین دیزی ماهی که برای کشور عزیز خودمونه، مخصوصا بیننده هایی که از سیستان و بلوچستان دارن تماشا میکنن، اگر موردی و نکته دیگری که حالا شما بهتر میدونید این غذا رو استفاده میکنین حتما به ما هم بفرمایید. یه نکته خیلی مهم دیگه، روغنی که ما استفاده میکنیم برای این غذا حتما باید روغن کنجد باشه. از روغنهای دیگه استفاده نمیکنیم، از روغن کنجد استفاده میکنیم که خیلی سالمتر و مقویتر و بهتر هستش. یعنی پیاز و سیرمون رو با این روغن تف میدیم. به اندازه یه پرس دو نفره من دارم درست میکنم که یه نصف پیاز زدم و چون پیاز داره داخل این آچار، پیاز هست. یه ادویه یه فوق‌العاده عالی که همه چی داخل شما زدین و استفاده میشه. بله، اون یه دقیقا یه مکمل کامله. حالا یه چند تا نکته دیگه هم داره این غذا. نکته دیگه ای که داره اینه که شما وقتی دوغ رو داخلش میریزین، دوغ دلمه میشه، گوله میشه. از زمانی که این سرخ شد و شما دوغ رو ریختید باید هم بزنید تا به جوش بیفته. بله، تا به جوش بیفته. خیلی عمالی. ما توی این
سه چهار دقیقه که فرصت داریم برای این بخش آقای من ماهیرم پیله کنم. بله آره اینو انجام بدین که بیننده ها هم ببینن. شاید خیلی ها برای اولین بار میخوان ماهی فیله کنن، ببینیم به چه شکل. به هر حال من ماهی رو خودم پاکش کردم، شکمش رو خالی کردم. یه نکته راجع به ماهی بهتون بگم، اینا نکته آشپزی مهمیه. این مغز ماهی رو، اون داخل کمر ماهی رو که میبینید، ببینید اون سیاهی که اینجا هستش تو کمر ماهی هست، اینو اگر در بیارید هم بوی زخم ماهی رو خیلیشو گرفتید، هم خیلی سالم‌تر میشه. اینم برای فیله کردن ما به این صورت. دوستان میگن اسم علمی این ماهی، ماهیگیرای برنامه‌مون البته اسم علمیشو نمیدونم. جاش طلایی، من میدونم که جاش طلاییه. گیش خال نارنجی میگن به من. گیش خال نارنجی. گیش خال، من نشنیده بودم. بله، ازتون پرسیدن که میشه فیله ماهی رو بدون سیر درست کرد، همطور که حالا ماهی نمیشه رو انجام میدین. چرا نمیشه؟ خب من فیله کردم این ماهی رو. ماهی رو با استخونم میتونید بریزید، استخون درشت اگر داشته باشه میتونید بریزید، مشکلی نداره توی آب گوشتتون. ازتون خواستن یه بار دیگه مواد اولیه ادویه رو بفرمایید. آچارو؟ بله. دوستان از کرمان بیننده. خب من دقیق میگم که یادداشت کنید اگر دوست دارید، چون خیلی خیلی ادویه جالبیه. به اندازه یک لیوان آرد سفیدو خامیشو بگیرید، تفت بدید که خامیش گرفته بشه. سه عدد پیاز رو رنده کنید، کنار بذارید، رنده ریز ریز یا با تو میکسر پورش کنید، بذارید کنار با آبش، آبش کامل باید بمونه. آردو که تفت دادید، بوی خامیش گرفته شد، همراه با یک قاشق تخم گشنیز، یک قاشق غذاخوری تخم گشنیز، یک قاشق غذاخوری تخم شوت، یک قاشق چایخوری زیره سیاه، یک قاشق چایخوری فلفل و یک قاشق چایخوری نمک و اگه سیر دوست داشته باشن بزنن که سیر، اگه نه زنجبیل رو حتما یک قاشق غذاخوری زنجبیل بهش اضافه کنید، فلفل قرمز هم میتونید بزنید. اینا رو بعد از اینکه تفت داده شد آردتون، مواد ادویه های دیگر هم قشنگ پودر کنید، بریزید توی آرد و مخلوط کنید و با اون به اصطلاح پیاز یه خمیری درست میکنید. قشنگ خمیر میشه، آب اصلا نباید اضافه بشه بهش. خیلی عالی. خمیره اگه دیدید صفر شده، یه ذره دیگه پیاز رنده کنید بهش اضافه کنید که یه خمیر خوش فرم، بعد باید بذارید خوش بشه. بعد این قرصای خوش شده رو توی یه دونه آبگوشت، البته این ببخشید هم تو غذای گوشتی هم تو غذای مرغی میتونن استفاده کنن. خیلی خوبه. این قرص آمادش بیرون یا آره، بعد ادویه آچار خیلی جاها آره، استفاده میشه. فروخته خب. میشه ولی اینکه تو خونه درست بشه خیلی عالی. میتونم ادامه بدم یا برای بخش بعد؟ این بخشتون تموم شد. اگه نکته ای هست بفرمایید که من دوغ رو می‌خواستم مخلوط کنم ببینن. خب چون دو سه تا نکته داره، یکی اون زردچوبه اضافه کردنشه. خب سریع بفرمایید. بله. حالا ببینید دوغ رو که اضافه میکنم، از همین لحظه که دوغ اضافه میکنم شروع میکنم هم زدم. این باید هم بخوره، بعد یه مقدار که از زمانش گذشت و حسابی گرم شد هنوز به قلقل نیفتاده، زردچوبه رو باید اضافه کنیم. حالا من این کارها رو زودتر انجام میدم برای اینکه ببینم. این هم زدن رو باید دائم تا زمانی که جوش بخوره باید ادامه بدید. زردچوبه هم ببینید به اندازه یه قاشق چایخوری بزرگ من زردچوبه اضافه کردم. ببینید یه رنگ زرد خیلی خوش رنگی میشه. درسته که این رنگ تا پایان بعد از اینکه این اضافه میکنی خیلی زیباتر و قشنگتر هم میشه. همین این نکته رو میخواستم بگم. خب حالا من کارهای دیگرشو میکنم. ما گفتگو میکنیم با کارشناسان دیگر، آماده بله. میشه و برمیگردیم باز پرسش های مردم ازتون. به به، دیزی ماهی ما هم آماده شده. خوش به حال سیستان بلوچستانی ها که چنین غذای خوشمزه و خوش عطری دارن. دست شما هم درد نکنه آقای نصیری که آموزش دادی. یه مروری سریع داشته باشیم روی مواد اولیه‌اش. مواد اولیه‌مون اون
ادویه آچار هستش که توضیح دادم کامل. بله. ماهی هستش که یه چیزی بوده 300 گرم ماهی نیاز داریم، به اندازه یک لیوان و نصفی، شاید تا دو لیوان اگر بذاریم خوب جا بیفته، بس دیگه به ماهی داره. مثل که سوال کرده بودن که ماهی صفر میشه. بله ماهی هایی که هستش، ماهی شمال اگر دارید که از ماهی شمال مثل کپور استفاده بشه که خیلی عالی میشه، چرب هست و خوبه. تو ماهی های جنوب هم من جاشو پیشنهاد میکنم و شیر و میش. بله. میش البته مقدار صفر میشه. حلوا عالیه، حلوا برای این کار فوق العاده است. بعد خب دلیل صفر شدن ماهی چی ازتون پرسیدن؟ نوع جنس ماهی ها، بعضی از ماهی ها وقتی پخته میشه چغر میشه، مثل اسکوید، مثل حشوا، وقتی پخته بپزینش جغجغه میشه، صفر میشه. ولی بعضی ماهی ها هست که اینطور نمیشه، به نسبتی که به نوع گوشتشون داره. این روش که شما آموزش دادین حتما باید ماهی باشه، یعنی گوشت قرمز نمیشه، چون ازتون پرسیدن من میپرسم. این آبگوشت ماهی هست، این روش هزار ساله دارن اونجا اینو درست میکنن به این شکل. خب پس دو تا لیوان نهایت دوغ میخواست، پیاز داغ باید بشه، یه دونه پیاز برای مثلا دو نفر یه دونه کافیه. پیاز داغ میکنن، نگینی خورد کنین، با یه دونه حب سیر تلاییش کنین، دوغ اضافه کنید، بعد در حینی که دوغ اضافه میکنین تا موقعی که جوش بیاد هم بزنید، بعد این ادویه آچار رو با دست خورد کنید، اضافه کنید بهش. بله. غلظت که پیدا کرد، شروع کرد حبابای ریز دادن، ماهیتونه میتونید اضافه کنید، زیرش رو کم کنید. من ریختم داخل این به اصطلاح دیزی که نم نم گذاشتیم روی حرارت ملایم، توی دیزی پز گذاشتم، خیلی هم خوب شد، آماده هم هستش، هم ماهیش پخته، چون ماهی جاش ماهی لطیفه، سریع پخته میشه. فلفل اضافه کردم بهش، گوجه چارقاچ کردم داخلش ریختم، زردچوبه هم که زده بودیم، زردچوبه که زده بودیم، بله. بعد یه مقدارم فلفل قرمز و پاپریکا مخلوطش رو گذاشتم با نون سنگک و سبزیجات و لیمو ترش. خب یه پرسش دیگری که از شما داشتن اینه که این حالا ادویه‌ای که آماده کردیم، بله، خوش کردنش چه شکلی؟ بله ببینید، این راهی که من یادتون دادم، راهی که خودم به عنوان یک کارشناس آشپزی به اصطلاح تلفیقی از راه این به اصطلاح سیستان بلوچستانیا بود. بله. و علم من حالا خودشون خیلی سختتر کارش. یعنی برمیدارن، عرض کردم و اولم گفتم، گندمو میپزن، بعد میذارن تو آفتاب خوش میشه، بعد آردش میکنن، بعد عرضم به حضورت بعدم که این خمیر رو درست میکنن، خمیر رو باز دوره تو سایه باید بذارید بمونه که خوش بشه. زمانی که میخواید استفاده کنید اون وقت میشکنن و پود مثل کشک خوردش میکنن و میریزن تو. من روش ساده ترش رو انتخاب کردم. خیلی خونگی تر میشه دیگه. ما هم که حالا معمولی آشپزی میکنیم میتونیم این کار رو انجام. چون آرد همون آرده. بله. گندمه که پخته شده، منم آرد و پختمش. یعنی عملا همون کار رو کردم. نظر علمی تو آشپزی دوتاش یه کاره. اون یه ذره سنتی تره، این یه مقدار جدید تره که آرد و تفت دادم. دست شما رفت نکنه، متشکرم. اگر نکته دیگری نداره من با شما خدافظی. خواهش میکنم، امیدوارم که بتونن تو خونه درست کنن این غذا رو، این دیزی ماهی یا آبگوشت ماهی یا لنجو رو، و لذتش رو ببرن. من فکر میکنم اونایی که ماهی دوستم نداره، اصلا این ببینید اصلا نه بوی ماهی میده نه عطر و بوی فوق‌العاده‌ای داره و خیلی هم خوشمزه. من خودم آبگوش خور نیستم ولی الان تست کردم دیدم چقدر خوشمزه است. دست شما هم درد نکنه، متشکرم از پیشنهادتون. ان شاء الله توی برنامه بعدی آموزش دیگه در کنارتون. واسه افتخارم هستش، خوشحال میشم در خدمتتون. ممنون.